سازمان عفو بین‌الملل میگوید که شمار بجاشتگان در 3 سال گذشته در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده که در مقایسه با 3 سال قبل آن 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در 3 سال اخیر بحران‌ها در جهان افزایش یافته و با مبذول شدن بیشترین کمک‌ها به کشورهای دیگر باعث وخیم شدن وضعیت مردم در افغانستان شده است. ما واقعا می خواهیم جامعه جهانی در این مسئله دخیل شود و حمایت بیشتر کند، در قسمت عملی شدن پالیسی کمک کند تا زندگی بجاشدگان به طور کل خوب شود. سازمان عفو بین‌الملل می گوید علت افزایش بجاشدگان داخلی در افغانستان ادامه جنگ در شماری از ولایات است، اما وزارت دفاع می گوید تلاش ها در جریان است تا بتوانند بجاشتگان دوباره به مناطقشان برگردانند. حکومت بسیار کوشش میکنند که کمک کنند به مردم، مگر این توان جنگ است. هر وقتی که جنگ در قریجات باشه، اگر شما بخین یا نخین، اگر کسی بخین یا نخین، مردم بجای میشن. در عین حال وزارت مهاجرین افغانستان از وضعیت کنونی بجاشتگان نگران است و میپذیرد پالیسی که در مورد بجاشتگان ساخته تا هنوز نتوانسته آن را عملی کند. به صورت درست از سوی ادارات مسئولیت هایی که برای اینا داده شده بود انجام نشده. در کناریزی وزارت امور مهاجرین بودجه کافی نداره تا برای بجاشده های داخلی کمک های بشری و انکشافی ارائه کنه. چهارراهی قنبر در کابل مکان است که از چند سال بدین سو میزبان صدها مهاجر ولایات مختلف جنوب افغانستان است. محمد اخلاص برای آینده بهتر خانوادهش مشغول ساخت خانه گلی است. روز به روز حالات خراب میشه د ګوونه ترزی قبیله اسکیالی الان د امو ولایت جنگا هست. جنگ بودک ما د سبب امی جنگا او امی زمي ما اینجا مادم د کابل علی گذران میکنیم. اما بجاشتگان در اینجا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند، در حالی که زمینه برایشان مساعد نیست که دوباره به مناطق مسکونی اصلیشان برگردند. بچو کملم استاد استیم که تی اشت روز نو روز دا روز یک روز کار پیدا شو خوب عجب کنی پیدا نمیشه و اشتکای ما گشناست بسیار. با شدت جنگ در شماری از ولایت و راهندازی عملیات عمری از سوی طالبان گمان می رود شمار بجاشتگان افزایش یابد. اینان کودکان مهاجر از ولایت هلمند هستند که از سالیان متمادی در کابل زندگی میکنند. آگاهان به این باور هستند اگر وضعیت کنونی همین قسم در ولایت جریان داشته باشد، شمار بجاشتگان بیشتر خواهد شد. وحید الله فیضی، تلویزیون آشنا، کابل.